بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم أخرجني من ظلمات الله وأكرمني بنور الفه اللهم أفتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين پس ما درباره رحمت به این سرفصل جدید میرسه که امدادها و دستگیریهای خداوند متعال از روی رحمت خودش برای انسانها داره مثلا در مورد حفظ و حمایت از لغزش کمرهای در آیه 82 سوره نسال خداوند متعال میفرماد که آیه البته مفصل آخر آیه میفرماد که ولولا فضل الله علیکم و رحمته له تبعتم الا قلیلا اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود شما از شیطان تبعیت میکردید مگر قلیلا تعداد کمی یا در موارد کمی فضل رو قبلا توضیح دادیم یعنی اون نعمتی که داده میشه حالا یا استحقاق نداریم مثلا کاری نکردیم که بخوایم به اون بدن یا اگرم داشتیم در این حد نبوده بیش از انتظاره اینو میگن فضل اگر فضل خدا و رحمت خدا نبود لتبعتم شیطان شما از شیطان حتما تبعیت میکردید الا قلیلا مگر افراد کمی یا موارد کمی معلوم میشه که خداوند متعال در مقابل شیطان و اغواهای او انسانها را تنها نمیگذاره از روی رحمتش انسانها رو کمک میکنه. حالا غیر از اینکه قبلا هدایت و اینها رو انجام داده اما به شکل عملی هم کمک میکنه که شیطان به هدف این است. شیطان گفته بود لعقویان نه هم اجمعین گفت قسم به عزت تو من همه اینا رو گمراه میکنم الا عباده که من مخلصین مگر مخلصین که خب تعدادشون زیاد نیست همه رو گمراه میکنم اما نتونست با همه تلاشی که میکنه و با همه به هر حال اعوان و انصاری که داره نمیتونه این کار انجام بده خیلی هستن که گمراه نشدن چرا رحمت الهی در سوره نساء آیه 113 می‌فرماود و لولا فضل الله علیک و رحمته حم طائفه منهم ان یضلوک اگر فضل و رحمت خدا نبود گروهی از اونها تصمیم می‌گرفتن و همت میکردند که گمراه کنن تو را و ما یظلون الا انفسهم اما اونا گمراه نمی مگر خودشون را و ما یظلون که من شی و به تو هیچ نمی زنن. و انزل الله علیک الكتاب و الحکمه خداوند بر تو کتاب و حکمت فرستاده و ما علم و که بعد از حکمت و علمک ما لم تکن تعلم خداوند چیزهایی به تو یاد داده که تو نمیتونستی یاد بگیری نمیفرماد فقط که ما لم تعلم لم تعلم نمی نمیدونستی اما ما لم تکن تعلم تو اونجور نبودی که بتونی بدونی اصلا از دسترس تو خارج بود و کان فضل الله علیک عظیم فضل خدا بر تو عظیمه خب این فضل خداوند و رحمت خداوند باعث شده طبق این آیه که اصلا اونها همت نکنن که شما رو گمراه بکنن یعنی خداوند میاد ذهن اونها رو منصرف میکنه حواسشون رو به چیز دیگری مشغول میکنه قافلشون میکنه یا اگر هم به ذهنشون برسه از روی ترسی که درشون ایجاد میشه از روی ضعفی که دارن به مرحله این نمیرسه که عزمشون رو جذب کنن که تو رو گمراه بکنن حالا این را مخاطب پیانبره ولی مؤمنین هم همینطوره بنابراین خیلی وقتا ما از خطرات مسون هستیم به خاطر اینکه دشمن و اون کسی که میخواد گمراه بکنه اصلا به مرحله تصمیم نرسیده ما الان تصمیم ها رو میبینیم اما نمیبینیم که چقدر دشمنی ها میتونست بیشتر باشه ما همیشه وقتی که یه مشکلی اتفاق میفته متوجه میشیم ولی هزاران مشکلی که اتفاق نمیفته رو ممکنه متوجه نشیم حالا گاهی ممکن فکر کنیم یه چیزایی به ذهنمون برسه ولی حواسمون نیست انسان تا سالمه اصلا نمیدونه چه بیماری هایی میتونه باشه مبتلا بشه میفهمه پس اونجا فرمود که در سوره نساء 83 فرمود لولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا اینجا در سوره نساء 113 20 آیه 30 آیه جلوتر 113 فرمود که لولا فضل الله و رحمتون لحمت طائفتون من هم ان یدلوک بعد راجب نفس اماره حالا شیطان و انسان شیطانی علاوه, علاوه بر شیطان و انسانهای شیطانی نفس اماره هم میخواد ما رو گمراه بکنه که در این آیه میفرماد که رحمت پروردگار جلوش رو میگیره در قضیه سوره یوسف آیه 53 قضیه حضرت یوسف و زلیخا اونجا داره که و ما او بر و نفسی من نفس خودم را تبرئه نمی کنم مبرا نمی شمارم ان النفس لامارتون به سو نفس خیلی بدی می کنه به بدی امر میکنه دستور میده انسان به طرف بدی ها میخواد دعوت بکنه و تحمیل بکنه البته قدرت نداره که زور بگه که مثلا شما حتما این کار بکنی ولی هی وسوسه میخواد بکنه اما رحمت پروردگار جلوش رو میگیره الا ما رحم ربی مگر اون که رحمت پروردگار بیاد که دیگه کمک میکنه در مقابل نفس اماره ان ربی غفور رحیم پروردگار من میبخشه خطاها رو و رحیم هم هست حالا هم روی بخشش هم اینکه جلوگیری کنه اصلا از اینکه انسان به نفس اماره گوش بده یک انگیزه قوتی به ما میده کما که مثلا راجع به حضرت یوسف برهان پروردگارش رو دید همت بهی لقد همت بهی و همه به ها لولا ان را برهان ربه اون برهانی رو از پروردگارش دید باعث شد که اصلا انگیزه نداشته باشه نخواهد اصلا بره به طرف خطا بعضیها به اینجا میرسند که رحمت پروردگار میاد و اینها رو حفظ میکنه از این وسوسه های نفس الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم پروردگار من غفور است بسیار بخشنده است و مهربان است پس ببینید رحمت آمد از نفس اماره هم حفظ کرده پس شیطان ش... انسانهای شیطانی و نفس اماره با رحمت الهی اینها ضررشون اه... در واقع کاهش پیدا میکنه یا متوقف میشه نکته دیگه ای که باز از قرآن کریم میشه بفهمیم اینه که جنبه حفظ خداوند حافظیت خداوند متعال از روی رحمت که میتواند یه قسمتیش به همین حفظ از مکر خائنین باشه سوره یوسف آیه 64 حضرت یعقوب به فرزندانش به برادران یوسف وقتی که گفتند که بنیامین رو هم به صلاح بفرست و اینها قال هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علا اخیه من قبل فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحم آیا من شما را ایمن قرار بدم یعنی, یعنی در واقع شما را مورد اعتماد خودم قرار بدم به شما اعتماد کنم و امنیت او را به او بسپرم مثل دفعه قبل که یوسف را به شما سپردم و بعد به همون نتایج برسه و اینها ولی خب چاره هم نداشت به هر تقدیر گفت که شماها که نمیتونید بچه رو حفظ بکنید از به خودشون هم اعتمادی نیست فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین خداوند بهتر است از حیث حافظ بودن و ارحم الراحمینه پس ببینید این رحمت الهی را اینجا حضرت یعقوب آورده و قرآن تعبیر را اینجوری کرده چون ببینید یه نکته ای رو من عرض بکنم وقتی که قرآن کریم نقل قول میکنه ما باید این نقل قول را در دقت الهی بهش نگاه بکنیم. حتی اگر مثلا قران بفرماید که فرعون این حرف رو زده. شیطان مثلا این حرف را زده یا یک انسان معصوم یا یک غیر معصوم خوب مؤمن حرفی زده این معناش این نیست که ما بگیم وقت وخ... از نظر فساحت و بلاغت و عمق و لایه‌های مختلف داشتن بگیم این تیکه های قرآن چون نقل قوله اینا دیگه نه اینا در حد کلام بشره یا در حد کلام فرعون و شیطان و ایناست نه انسان حکیم عالم با فساحت و بلاغت وقتی که نقل قول هم میکند میدونه چجوری نقل قول بکنه لازم نیست نقل قول مستقیم باشه و تحت تحتوللفظی باشه خیلی از این چیزهایی که در قران نقل قول میشه ممکنه که عین این کلمات رو گفته نشده باشه ولی خداوند متعال آنچه که در اون لحظه در اون موقعیت بهترین توصیف و بهترین بیان مراد اون شخص میتونه باشه رو به زبان عربی بیان کرده حالا اون شخص میخواد یه آدم بدی باشه میخواد آدم خوبی باشه ولی این کلام کلام الهی است که داره توصیف میکنه ممکنه الان مثلا حالا اینجا که خب حضرت یعقوب جای خودش رو داره پیغمبر خداست قطعا که به عربی که صحبت نکرده ممکن است عین این الفاظ رو هم به زبان خودشون نگفته باشه اما آنچه که میتواند در قالب یک الفاظ عربی به بهترین وجهی کلام او را و مراد او را بیان کنه این میشه بنابراین دقتش در حد دقت قرآنه خلاصه رحم و رحمت ارحم راهمین بودن خدا اینجا میتواند حفظ بکند یوسف را ببخشید حفظ بکند برادر یوسف را از مکرها و دشمنی هایی که ممکن است نسبت بهش وسیله به آیه دیگه آیه نور سوره, سوره نور آیه 21 سوره نور آیه 21 یا ایها الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشيطان ای مؤمنین از گام های شیطان قدم های شیطان که در زمین های مختلف ممکنه شیطان به سمت شما قدم های بر می برمیداره و پیشنهادهایی میکنه نکاتی رو پیش میاره مراقب باشید تبعیت نکنید و من یتبع خطوات الشیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر اگر کسی از خطوه های شیطان تبعیت میکنه باید بدانید که شیطان بدی و زشتی ها را امر میکنه پس پیروی از او یعنی در طرف بدی و زشتی ها رفتن بعد میفرماد ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا اگر فضل و رحمت خدا نبود هیچ کدوم از شماها پاک نمی شدید ولکن الله یزکی من یشاء والله السميع علیم اما خداوند متعال تزکیه میکند پاک میکند کسانی را که بخواهد که کسانی را که بخواهد همیشه گفتیم که یعنی کسانی که شرایطی داشته باشند و تلاش بکنند اهلیت داشته باشند یهدی من یشا یعنی همین یا زکی من یشا یعنی همین نه اینکه الکی و گذاف باشه پس بحث تزکیه هم که جنبه در واقع ایجابی بود اونجا لطبعتم و شیطان الا قلیلا اینجا بحث تزکیه است که اصلا نمیتونست کسی تزکیه پیدا کنه به غیر از رحمت خدا چون تزکیه هم حفظ از شیطان و نفس و اینها رو میخواد هم یه چیز ایجابی هم میخواد که اونم باید خداوند متعال بده نکته دیگر این هستش که غیر از حالا این بحث در واقع تزکیه پس تا اول بحث امداد رو مطرح کردیم بحث تسکیه رو مطرح کردیم نکته دیگر از که معیوز هم نباید بشیم از رحمت خدا قرآن می‌فرماید که نباید از رحمت خدا معیوز شد سوره زمر آیه 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله بگو ای بندگان من که به خودشون بدی کردند و زیاده روی کردند از حد گذراندند بگو که از رحمت خدا ناامید نشوند لا تقنطوا ناامید نشید از رحمت خدا خداوند همه گناهان را میبخشد و الذُّنُوبَ جَمِيعًا ذُنُوب جمع با الف و لام دلالت بر عموم داره جمیعاً هم که دیگه تاکید میکنه ان هو الغفور الرحیم او بخشنده است خیلی بخشنده و خیلی مهربونه خب این آیه از اون آیات بسیار امیدوار کننده در قرآن هست که نشون میده که در هیچ شرایطی نباید انسان از رحمت خدا ناامید بشه و همونطور که میدونید یکی از گناهان کبیره از گناهان بسیار بزرگ معیوس شدن از رحمت خداست و انسانی که معیوس بشه یعنی دیگه دست شیطان میافته. انسان بدون امید دیگه تلاشی برای بهبود خودش و اصلاح خودش و توبه و امثال زالک نمیکنه و چه بسا بدتر هم کار میکنه فکر میکنه که یه کار از کار گذشته اما اون چیزی که باعث میشه که ما ناامید نشیم رحمت خداست یعنی نباید از رحمت خدا یعنی اگر رحمت خدا را بدانیم که چقدر زیاده ناامید نمیشیم انقدر زیاده است که وقتی کسی به سوی او بره سوال نمیکنه که چند تا گناه کردی گناهان چی بوده؟ تا ما ببینیم میبخشیم یا نمیبخشیم، ممکنه تعدادی ببخشیم مثلا یه چیزایی رو ببخشیم نه اگر به سمت خدا بریم و توبه بشه همه گناه ها یعنی هر نوع میخواد باشه، حتی مگه پیغمبران را کشته باشه در روایات داره. هر گناهی باشه از هر نوعی، و هر تعدادی باشه میبخشه هیچ محدودیت کمی و کیفی وجود نداره یغفر و دنوبه جمیعا نامیدم از نباید بشه بطه به شرط اینکه انسان توبه کنه به شرطی که انسان پشیمان باشه نه اینکه که خدایی نکرده اصرار بکنه و همجور کار خود شده هم بده خدا میبخشه اون که با اصرار اصلا گناهان صغیره هم کبیره میشه اما اگر انسان خواهد تو بکنه این رحمت الهی هست و نباید نباید کسی معیوس بشه خود قبولی تو برم باز به رحمت نسبت میده در سوره بقره آیه سی و میفرماید که فتلقا آدم و رب من ربهی کلمات فتاب علیه آدم یک کلماتی رو از پروردگارش دریافت کرد و بعد توبه کرد به سوی خداوندش رجوع کرد انه هو الغفور و خداوند خیلی بخشنده و خیلی مهربانه البته این قسمت که رحمت باعث مغفرت میشه شاید خیلی آشکاره و همه متوجه هستن ولی اینا بذارید در کنار اون بحث‌های قبلی که داشتیم از آفرینش و فراهم کردن نیازهای ما و و اینکه از وسوسه ها ما رو حفظ بکنه از شیطان حفظ کنه از اخواگران حفظ بکنه قدرت تزکیه نفس به ما بده اینا وقتی کنار هم میذاریم میبینیم که پس انگار هیچ کاری در این عالم اتفاق نمی الا از کانال رحمت الهی این کمک میکنه که دایره رحمت برای ما بیشتر روشن بشه سوره اسراء آیه هشت میفرماد که اصا ربکم ان یرحمکم و ان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکافرین حسیر که اینجا نشون میده که اگر کسی توبه بکنه خداوند میبخشه با رحمتش اصلا رحمت را در واقع به عنوان بخشش اینجا با کار برده اصا ربکم ان یرحمکم البته اگر ان اتم ادنا اگر کسی برگرده و گناه بکنه خب اون دیگه دوباره رابطه همون رابطه قبلی میشه این نشون میده که رحمت الهی میتواند انسان را موفقه به توبه بکند مثل آیه قبل که تلقا من آدم و من ربی کلمات فتا و علیه یک کلماتی از پروردگارش گرفت تا توبه کنه یا بعد از توبه بیاد انسان را بیامرزد اصولا میدونید که به تعبیری که در المیزان علامه تبا طبع داره که از خود قرآن استفاده میشه هر توبه انسان با دو توبه الهی خلاصه همراه هست یکی قبل یکی بعد توبه یعنی رجوع خداوند به سمت گناهکار رجوع می کند و او را آماده توبه می کند تاب الله علیهم لیتوبو خدا رجوع میکنه تا اونا توبه کنند مثل بچه ای که از خونه فرار میکنه پدر و مادر زمینه رو فراهم میکنن کنند همسایه چیزی می میگن می اینو بیار تاب الله علیهم لیتوبو بعد هم که اینا توبه کردن اون وقت خداوند توباره چی چیکار میکنه؟ قبول میکنه دوباره یکی از چیزهای خداوند توابه خدا برمیگرده به سوی این شخص مثل اینکه بچه رو که آوردن همسایه ها پدر مادر بچه رو بغل میکنن و نمیذارن بچه بهش خیلی سخت بگذره گریه کنه فلان کنه آرومش میکنن میگن عیب نداره گذشته فلان چه بسا بهش یه هدیه ی چیزی هم بهش بدن که دیگه بچه احساس شرمندگی نکنه و ناراحت نشه البته اگه ببینن بچه سابقه خرابکاری زیاد داره ممکنه بیشتر یه خود بذارن گریه بکنه که دفعه دیگه فکر نکنه راحت این کار بخش میشه ولی اگر دیدن نه واقعا بچه پشیمونه خیلی سریع سعی میکنن بازسازی کنن رابطه رو را. پس تو، پذیرش توبه گناهکارها هم با رحمت. بعد میایم به طور خاصتری این بحث رحمت را و مخ... رحمت و شکل مغفرت را توی قرآن کریم باز میبینیم که خداوند مفصل مطرح کرده که انشالله الله ارز میکنم که به نظر میرسه ما چهار نوع یا چهار لول و مرتبه برای مغفرت داریم. در چند جای قرآن رحمت با بسیار آمرزنده بودن خداوند مطرح شده با قفور مطرح شده مثلا سوره نسا آیه 106 واستغفر الله ان الله کان غفورا رَحِيمًا از خدا طلب مغفرت کن خدا خیلی قفور است خیلی میبخشد و رحیم است سوره نساء آیه 110 و, و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما کسی که بدی کند یا به خودش که ظاهرش اینه به دیگری بدی کند یا به خودش ظلم کند و استغفار کنه می که خداوند غفور و رحیم است سوره مائده آیه 39 فمن تاب من بعد ظلمهی و اصلحه اگر کسی بعد از اینکه که ظلم کرد به دیگران به خودش توبه کرد و اصلاح کرد سعی کرد جبران کنه کار خوب انجام بده فا این الله یتوب و علی خدا هم بر میگرده این توبه خداست دیگه توبه بعد از توبه ما ان الله غفور رحیم باز قفور و رحیم با هم ماده. سوره نحل آیه 119 ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم کسانی که کار بدی میکنند از روی نابخردی به جهاله یعنی نابخردی نه نادانی فقط چون اگه فقط نادانی بود اون وقت تکلیف خیلی خراب می دیگه چون خیلی‌ها می و گناه می کنن. در روایت بیان میکنه که جهالت منظور ندانستن نیست فقط یعنی نابخردی انسان چیزهایی رو میدونه اما خلاف علمش عمل میکنه و اگه بعد پشیمون بشه خداوند نمیگه چون میدونستی نمیبخشمت نه میدونسته خ... کار خطایی کرده کار نابخردانهی کرده گناه کرده منتها پشیمون میشه اینم میبخشه یعنی اگه آگاه هم باشه باز میبخشه البته کسی که اصلا ندوند اون زودتر بخشیده میشه کما که در روایت داره که یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبلا یغفر للعالم ذنبون واحد برای جاهل هفتاد گناه بخشیده میشه قبل از اینکه یک گناه عالم بخشیده بشه پس ندانستن میتونه یک مقدار کار رو راحت تر بکنه نسب... کسایی که دبت زمینه دونستن نداشتن نه معلمی داشتن نه کلاسی داشتن نه استادی داشتن نشینیده بودن در جهل نگه داشتن خب اینا خیلی عذرشون بالاتره اما به هر حال اون عالم هم اگر واقعا پشیمون بشه ولو اینکه میدانسته کار جاهلانه ای کرده کار نابخردانه ای کرده و این آیه شاملش میشه ان ربک للذین عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها غفور رحیم در سوره اه فرقان آیه هفتاد میفرماید که الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیم مگر کسی که توبه کند و ایمان داشته باشه و عمل صالح انجام بده که خداوند اصلا سیعات اینها را تبدیل به حسنات میکنه بعد باز, باز میفرماد غفور رحیم هست که حالا انشالله من راجع به این تبدیل سیعات و حسنات هم الان چند دقیقه دیگه انشالله توضیح میدم آیه دیگه در سوره هجر هست آیه 49 نب عبادی انی انا الغفور الرحیم نب عبادی خدا میگه به بندگان من خبر بده که من خیلی میبخشم و خیلی رحیم یعنی مثل اینکه آدم کسی رو واسطه میکنه میگه برو بگو من میبخشمتون اینم باز غفوریت با رحیمیت آمد در بعضی جاها رحیمیت با رعفت آمده اینجا با غفوریت آمده در بعضی ها با رعفت آمده مثلا سوره حج آیه 26 الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفول تجري فی البحر و ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحیم. رعوف رعفت و رحمت با هم اومده یا سوره حدید آیه هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور و ان الله بكم لرعوف رَحِيمٌ رعفت یک نوع محبت یک نوع در واقع محرباني خاص که از مصادیق رحمته چون رحمت خیلی چیزها رو در بر میگیره یکیش هم همین رعفت در سوره تور آیه 28 با بر آمده یعنی ر... به جای رفت بره که بر یعنی کسی که بر داره انا کن نامن قبل و ندعوه انهو هو البر الرحیم بر یعنی مهربان خداوند متعال در اینجا گفته می شده که بر است و رحیم پس غفوریت رعفت و مهربانی اینها با رحمت در قرآن کنار هم اومده حالا اون مطلبی که میخواستم عرض بکنم اینه راجب مراتب مغفرت ببینید ما چند گونه تعبیر در کتاب شریف قرآن کریم و در روایات داریم گاهی اوقات مغفرت گفته شده گاهی اوقات تکفیر سیعات به کار رفته مثلا انتشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم کنیم اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید خداوند گناهات رو میپوشونه اگر کسی گناه کبیره نکنه گناهان سقیره بخشیده میشه پس مغفرت داریم تکفیر سیعات داریم تبدیل سیعات به حسنات داریم که همین الان خوندیم یو الله و هم حسنات محو سیعات هم داریم محو فرق اینا چیه؟ فرق بخشش و محو و تکفیر و تبدیل چیه؟ چند سال پیش که من این بحثا رو در واقع داشتیم به این تنبندی رسیدم که خداوند متعال بسته به میزان پشیمانی طرف و اصلاحی که انجام میده رحمت های دارای درجات مختلفی را در باب بخشش و آمرزش میده. گاهی فقط بخشیده میشه طرف. مثلا یه نفر در نظر بگیرید یک جور کرده محکوم میشه به زندان. مثلا که ده سال باید زندان بشه یا حبس اول باید بشه بعد از یه مدتی میبینن که نه تو زندان آدم خوبی هست و برحال خوش اخلاق است و فلان و نظم و اینها به هر دلیلی و پشیمان شده واقعا دیگه ما اگه اینو بفرسیم بیرون نمیره دوباره اون کار انجام بده اینو میبخشن خب پس بخشیده شد اما در سابقه او این هست که چنین جرمی انجام شده بوده و این طرف چند سالی هم در زندان بوده و اف بهش خورده لذا اگه بخواد یه جایی مثلا بره استخدام بشه تو ایران میگن که برید گواهی عدم سوء پیشینه بگیرید یعنی باید بری مثلا از دادگستری گواهی بگیری که قبلا محکوم نشده زندان نرفته و همسال زالک خب این بند خدا اگه این گواهی رو بهش بدن هم آبروش میره که زندان بوده و عف شده هم کسی ممکنه تحویلش نگیره همه که مثل خدا نیستن که خداوند هم میفهمد اتا ابو منظم که من لازم بله این در واقع نمی... نمیگم این آیه است یعنی میخوام بگم روش خدا اینه خداوند اینجوری عمل میکنه با ما که من منظم که من لازم بله اما مردم که اینطور نیستن خداوند یک مرتبه دیگری داره و اون اینکه نه تنها می بخشه بلکه میپوشاند پوشاند تکفیر سیعات میکنه هم قبل از بخشش خیلی وقتا تکفیر میکنه که دیگران متوجه نشن و آب روش نره هم بعد از بخشش تکفیر میکنه که کسی تو دنیا و آخرت از گناه این بنده متوجه نشه که آبروش بره احساس شرمندگی کنه اینو میگن تکفیر سیاد یعنی پوشاندن سیاد تعبیری که من به کار می بردم اینه که گفتم مثل اینونه که وقتی طرف مثلا سابقه رو بهش میدن مثلا دو سال زندان بوده خب اگه بنویسن دو سال زندان بوده بعد عف شده اومده بیرون کارهای خوب کرده اون دو سال زندانه همش یه چیز منفی میشه میان اونو میپوشونن از این لاک های غلطگیری یا تیپکس میزنن روش که معلوم نباشه تکفیر و سیئات اما یه مرحله بالاترینه که اصلا و سیئات محو از تکفیر به نظر میرسه بالاتره یعنی اصلا پاک میشه و اصلا معلومم نیست که چیزی بوده ببینید چه وقتی شما لاک غلط هم میزنی معلوم یه اشتباهی کرده نمیفهمن چه غلطی انجام شده چه اشتباهی انجام شده ولی معلوم میشه که یه مشکلی بوده دیگه اما محو اصلا نیست محو شد این یه مرحله بالاتره از این بالاتر اینه که تبدیل میکنن سیعات رو به حسنات مثلا دو سال زندان بوده اصلا میدونید دو سال در روستاهای محروم داشته خدمت میکرده دو سال داشته عبادت میکرده قمار کرده میدونید که این مثلا صدقه داده بد اخلاق بوده میدونید خوشاخلاق خوش اخلاق بوده تبدیل سیعات و حسنات این به خصوص برای کیاس برای اون کسانی که میگن خب ما خدایا گناهمون رو بخشیدی عذاب نمیشیم بعد گناهمون را پوشاندی و محو کردی آبرون هم نمیره ولی ما چه کار کنیم اون فرصت هایی رو که از دست دادیم اون فرصت های طلایی که داشتیم اونا رو که دست دادیم اونا رو چیکار کنیم خب بندگان خوبت رفتن اونا رو عبادت کردن حالا تو گناه ما رو بخشیدی تموم شد خب خیلی ممنون ولی ما شرمنده و ناراحتیم که فرصت ها رو از دست دادیم خداوند میفرماد که اونم هم جبران میکنی اون سیعاتتون رو هم تبدیل به حسنات و چون اینها انسانهایی هستند که احساس شرمندگی می‌کنند و احساس بسیار خلاصه شکستگی کنند هرچی گناه هم بیشتر کرده باشن اینجا در واقع حسناتشون بیشتر میشه چون وقتی سیعات تبدیل به حسنات میشه پس بنابراین هرچی سیعهش بیشتر باشه یعنی الان احساس عجز و لابه و شکستگیش بیشتر میشه، تواضعش بیشتر میشه، اتفاقا میره بالاتر. این معناش نیست که کسی گناه زیادتر بکنه. چون اگه گناه زیاد بکنه، معلوم نیست اصلا توفیق توبه پیدا کنه. اما گناه کاری که توبه میکنه و به این مرحله میرسه، اتفاقا اون سالهای بیشتر یا گناهان بیشتری که دور از خدا بوده، الان همه باعث این میشه که این بیشتر خودش رو بندازه تو دامن رحمت الهی و این عظمت الهی است یعنی هیچ کسی جز خداوند متعال اینطوری نیست که بیاد بدیهای طرف و نافرمانیهای طرف رو نه تنها ببخشه و به روش نیاره و نذاره کسی بفهمه همه اونها رو خدمت حساب بکنه تازه یه مرحله دیگر که هست اینه که خب حالا ممکنه کسی بگه که خدایا گناه من رو کردی حسنه اما اگر من حسنه انجام داده بودم من جا ابل حسنته فلهو عشر و امثالها ده برابر می شد الان من ضرر کردم سیعه من را تبدیل به حسنه کردی ولی من اگه حسنه کرده بودم ده برابر می شد اینجا از یه تعبیری که امام سجاد دارن میشه استفاده کرد که اتفاقا همینجا ممکنه مضاعف بشه چون تعبیر اینه یا مبدل سیعات به اضعافها ها من الحسنات ای خدایی که بدیها را به چندین برابر حسن تبدیل میکنی البته زیف اصلش یعنی دو برابر ولی خب میتونم چند برابر باشه پس دیگه این خیلی امیدوار کننده است و نشون میده که در واقع اینا تقریبا میشه گفت که دیگه هیچ اگه برگردن واقعا خدای کاری میکنه که هیچ سرحلی نکنن خلاصه با خداوند متعال هیچ بنبستی وجود نداره و هیچ ای غیر قابل جبران نیست فقط خود خدا را انسان داشته باشه و خداوند متعال را راضی بکند و اونم شرطش صداقته شرطش اینه که صادقانه بگه خدا را میخوام صادقانه بخواد که بندگی بکنه کلک نمیدونم پوشاندن نیت های غیر درست و این اونجا کار انسان به جایی نمیرسه خب اینم شد پس بنابراین در مورد چهار مرحلهی که به ذهن من میرسه که میتونیم این تعاویر مختلفی که در قرآن و روایات داریم رو سطح بندی بکنیم اولا فرق اینا با هم بعد شامل چه کسانی ممکن است بشود گرچه جزئیات و تفاصیل بیشتری داره بخشش عام همه اینا رو میشه گفت مغفرت اما بخشش خالی داریم بخشش با تکفیر داریم بخشش با محو داریم بخشش با تبدیل داریم اینا در چهار مرحله میتونه گنجانده بشه بحث بعدی که داریم این استش که رحمت گاهی باعث تخفیف در حکم میشه مثلا به جای قصاص دیه پرداخت بشه در سوره بقره آیه 178 یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفی له من اخیه شيء فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان تخفیف من ربكم و فمن اعتدا بعد ذالک فله عذاب علیم که اینجا در واقع رحمت الهی باعث تخفیف میشه طرف رو مجازات نکنن بلکه حالا یا ببخشن یا یک مثلا دیه ای بده سرفصل بعدی دیگری که داریم این استش که بعد از دریافت رحمت رحمت عامه رحمت رحمانیه انسان ها دو دسته میشن یه عده پاسخ مثبت میدن به اون رحمت رحمانیه از او درست استفاده میکنن و مستحق رحمت های اضافه تر میشن رحمت های رحیمیه پشت سرش میاد یه ده اون رو پاسخ مثبت نمیدن استفاده درست نمی کنن و از رحمت های رحیمیه دور میمونند این دو گروه هستند که وقت در آیات مختلف به اینها اشاره شده من فکر کنم که یک توقف اینجا داشته باشیم که سر فصل هست و انشالله بعد یه چند دقیقه دیگه دنبال کنیم خوب خواهش سلامت باشید من چون اینجا وقت نماز هست من نماز مغربمم هم تا دو سه دقیقه دیگه نماز میشه بیخونم اگه اشکال نداره یه مقدار یه رب باشه تیزمون انشالله الان ساعت چنده؟ الان هفت و پنج و چهار دقیقه هست بر. مثلا هشت و ده دقیقه انشار. من انشار. ده خدمت خیلی من متشکر خدا حفظتون دو کنم به صورت چت نوشتن اگر همین آخر سر یا بالاتره بله بالاست اولیشو خانم رفعت فاطمه بله بله بعضی از مفسرین از جمله امام خامنه در کتاب تره کلی اندیشه اسلامی در زیل آیه و سار و مغفرت من رب کم درسته و جنت شوند که مغفرت یعنی التیام بخشیدن است و جبران کردن است وقتی کسی معصیت کرده یعنی مثل جسم به روح خودش ضربه وارد کرده قضا باید التیام بخشید و جبران کرد و آن فقط با سرعت جبران کردن و بدون آن مغفرت انجام می و توبه هم همین است که اراده برگشتی باشه و جبران ها مافات بشه چطور سعیه تبدیل به حسنه میشه خب حالا اون که حالا بحث التیام که در واقع خود کلمه مغفرت معناش التیام نیست اما در واقع بازسازی میشه رابطه ما که خراب کرده ایم بازسازی میشه و این بالاتر از اوه یعنی عرض کردم خداوند متعال نه تنها رابطه رو بازسازی میکنه بلکه اون فرصتهای از دست داده رو هم کمک میکنه که جبران بکنیم یعنی اون فرصت ها رو هم بازسازی میکنه اون فرصت ها هم احیا میشه از روی لطفی که داره اگه من سوال درست فهمیده باشم سوالی خانم عارفی فرمودن که سوالی داشتم از درس اول راجبه حیات حیات و رزق شهدا بله راستی یه چیزی هم گفته بودم یادم بندازید نمیدونم چی بود الا یه چیزی گفته بودم یادم بندازید خب راجب شهدا میفرماد که اولای که احیاون ان در ربهم یرزقون این که اولای احیاون اختصاص به شهدا نداره همه انسان ها زنده چه شهید باشن چه نباشن هیچ کسی نمیمیره بدن حیات رو از دست میده چون حیات ما رو روحه ولی روح زنده است تکیه کلام روی احیا نیست تکیه کلام روی اندرب بهمه یعنی اینها نزدیک پروره یه بار شاید عرض کرده باشم حالا اگر نه در آینده اینو باید بحث بکنیم ما بالاترین مرتبه قرب خدا که داریم عند عند ربهم که راجع به فرشتگان مقرب داریم و انسان های مقرب که اینها الذين عند ربک مع الله نداریم مع الله شرکه هیچ کسی نمیتونه مع الله برسه اما عند الله یا لد الله میشه این بالاترین مرتبه قرب مقام اندیت بالاترین مقامه شهدا ان عند ربهم یعنی در قرب پروردگار هستند در مقام بالایی هستند و الا انسان های گناهکارم زنده کفارم زنده هیچ کس نمی میره. پس عند ربهمش مهمه و یرزقون و اینها بهشون رزق داده میشه البته هر موجود زنده باید رزق داشته باشه تا بتونه ادامه بده ولی اینها رزق معنوی ظاهرا منظوره یعنی به اینها علم داده میشه به اینها نورانیت داده میشه حکمت داده میشه و نه تنها به حیات خودشون ادامه میدهند اینجوری نیست که یه رزق بخور و نمیری بهشون داده میشه بخور و نمیر به احتمال زیاد رشد میکنند یعنی شهید اون سیر تکاملی خودش را تو بعد از شهادتش میتونه دنبال بکنه از نقص در بیاد چون خیلی از شهید ها ممکنه که تو دنیا به مقام بالایی که نرسیده بوده مثلا بگیم تو دنیا به مقام مقربیت به کمال برسن به وصول الالله رسیده باشن اما انشالله بعد از شهادتشون این سیر دنبال میشه و با این رزقی که دریافت میکنند رشد میکنن. سوال بعد اینه که علیهم صلوات من ربهم و رحمه این رحمانی است یا رحیمی است این قطعا رحیمی است بعدش هم که داره که هو الذی یصلی علیکم ملائکت و ملائکته و من الظلمات الی و کان بالمؤمنین رحیما به خاطر اینکه اینا همه دریافت نمیکنند اگر رحمانیه بود همه دریافت میکردن اما رحیمیه است چون ماره کسانی است که گفتیم علامه میفرماد که اذکرو الله ذکرا کثیرا که اگر اون وقت ذکر کثیر داشتید یصلی علیکم و یا اینجا صبر داشته باشید علیهم صلوات من ربهم بنابراین رحیمیه هست خب بعد گفتن اینکه خداوند همه گناهان رو میبخشه این میتونه شامل حق و ناس بشه ببینید حق و ناس رو اون جنبه که مربوط به خود خدا هست چون حق جنبه حق و, ناس جنبهی حق و دایی هم داره اونو میبخشه خدا اگه کسی توبه کنه اون حق اون شخص رو باید اون رو راضی کنیم اگر از اون چیزهایی باشه که قابل رضایت هست مثلا بحث مالی چیزی هست باید بهش بدیم حالا اگر یک کسی واقعا نتونه که اون شخص رو راضی کنه مثلا اون شخص دیگه در دسترس نیست فوت کرده رفته بحث مالی اگر باشه خب حالا به ورسه باید بدیم اگر نه ورسهش هم نمیشناسیم یا اصلا بحث مالی نبوده مثلا دلش کندیم یه کارش کردیم دیگه گذشته از اون. نمیشه کارش کرد اونجا هم خدا جبران میکنه در صورتی که ما نمیتوانیم یا امکاناتش نداریم یا دسترسی نداریم یا دیگه اون طرف قبول نمیکنه هر هم مسخره میکنیم نمی... قبول نمی اگر تلاش خودمون رو کنیم و نشه اونجاها خداوند متعال حق اون طرف رو چه جوری میبخشه بازم نه اینکه به زور ببخشه ها یا بدون نظر اون طرف یه چیزی به اون میده و میگه اینو ببخش اونم چون نیاز داره قبول میکنه خدا از طرف ما یه چیزایی به او میده یا خطاهاشو میبخشه یا خلاصه یه معامله ای با او میکنه که تا او راضی بشه ولی حتی خدا هم نمیاد بگه که اصلا مهم نیست ولش کن دیگه نه بلی خیلی باید اون طرف راضی بشه راجع به حق و باطل خب یکی از اساسی ترین مفاهیم قرآن همین بحث حقه که هم خود خداوند حقه هم خلاص حاسمان ها و زمین رو بلحق آفریده پیغمبران رو بلحق فرستاده خلاص خیلی بحث مفصلیه مطلب اینشالا فکر کنم پیدا کنید چیزی که مهمه من میخوام که شما به یه جمعبندی و یه نظام برسید و الان به پراکنده زیاد گفته شده ولی مثلا این بحث نور و بحث حیات و بحث رحمت یه ساختاری براش بتونید اینشالا درست بکنید راجب رابطه عدل الهی با رحمت الهی آها احسنت بله ببینید یه بحثی هست که میگن که مثلا خداوند رحیم رحمت داره رحمان و رحیمه اما چون عادل هم هست و حکیم هم هست اینها قید میزنه به رحمت خدا مثلا میخواد ظلم نشه مجبوره پس یه جاهایی مثلا یه کسی حق کسی رو پایمال کرده مثلا مجازات بشه یا مثلا چون حکیم بخره به همه نمیتونه به یک اندازه بده چون بعد دیگه انگیزه ها از بین میره مثلا یه معلم خیلی مهربون خیلی مهربون چرا به همه بیست نمیده اگه خیلی مهربونه به همه بیست بده میگیم آها این اگه به همه 20 بده اشکالش اینه که فرقی بین اون کسی که زحمت کشیده و زحمت نکشیده باقی نمیمونه بعدم دیگه دفعه دیگه هیچ کسی درس نمیخونه چون میگم ما که درسم نخونیم 20 میگیریم خیلی کم میشه کسانی که واقعا بدون توجه به نمره درس بخونن خیلی ها انگیزه شون دست میدن پس حکمت اختزا داره که به همه نمره 20 نده پس میگن که حکمت خداوند و عدل خداوند عدل با حکمت فرق میکنه حکمت اقتضاعاتش بیشتر از عدل من میتونم از پول خودم بی دلیل به یکی بیشتر بدم به یکی کمتر بدم به یکی هیچی ندم ولی اگه حکیم باشم حتی از پول خودم هم بی دلیل به کسی بیشتر و کمتر نمیدم حکمت بیشتر از عدل اقتضا داره خلاصه میگن که عدل و حکمت خداوند رحمت خداوند را قید میزنه بنابراین همینطوری نمیده نعمتها ها را نکته ای که من میخواستم ارز کنم اینه که به نظر من نباید بگیم قید میزنه حالا بگیم هم اشکال نداره مثلا ولی میخوام بگم درست بفهمیم خداوند متعال چیزی رحمتش را قید نمیزنه بلکه این عدالت و حکمت زمینه فراهم میکنه که این رحمت در دراز مدت بیشتر داده بشه ببینید شما میگی معلمه 20 نمیده به همه پس رحمتش قید خورد ما میگیم نه اتفاقا اگه شما دراز مدت رو نگاه بکنی خود همینم که بیست نمیده اینم رحمته چون اگر بخواد بیشتر به اینها چیز یاد بده و اینها در تعلیم و تربیت موفق باشند باید از مکانیسم پاداش و عقاب استفاده کنه به یکی که درس نمیخونه نمره کمتر بده یکی رو اصلا ممکنه رفوزه بکنه رد بکنه تجدید بکنه اینام رحمته و الان معلمیش اصلا دوچار مشکل میشه پس حکمت رحمت خدا رو قید نمیزنه بلکه حکمت یه بستری فراهم میکنه که این رحمت بتونه ادامه پیدا کنه و بیشتر بشه بعدا اینا درس بخونن بهشون بتونیم بیشتر یاد بدیم به مراحل بالاتر بتونن برسن لذا من معتقدم که چیزی رحمت خدا رو قید نمیزند ممکن است یه چیزی شرایطش رو خود ما نداشته باشیم بهش برسیم ولی رحمت او قید نمیخوره. او هم، رحمتش همه چیز را شامل میشه و حکمت و اینهام زمینه سازن که اتفاقا رحمتش بیشتر منتشر بشه. یعنی اگر خداوند حکیم نبود، کمتر میتوانست رحمتش منتشر بشه. با حکمتش، با علمش، با عدلش، با قدرتش بیشترین بستر را برای رحمت رسوندن فراهم کرده. این نکته بسیار مهمی است که باید بهش توجه کرد سوال درس قبلی نفی الا بل و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین یعنی حصر دیگه یعنی ما تو رو فقط برای رحمت فرستادیم البته نه به این معنا که یعنی مثلا پیغمبر فقط میاد مهربانی میکنه یعنی این رحمت با چیزی دیگری تناقض نداره حالا خود این رحمت باید پیاده بشه مظاهر مختلف داره مهربانی فقط این نیست که مثلا دست سر افراد بکشیم مهربانی اینه که یادشون بدیم اخلاق بعدشون رو درست بکنیم خرافات و چیز بکنن خیلی چیزا داره تشویقشون کنیم به خوبی احسان عدالت فلان نظم ولی خلاصه همه اینا از باب رحمته یعنی اگر بخوایم در یک کلمه خلاصه بکنیم باید بگیم رحمتون للعالمین اما حالا این یک کلمه توش هزاران کلمه خوابیده دی... بله ظاهران دیگه چیز دیگری نیست بله جا سوال تموم شد دیگه زحمت خب. دست شما درد خیلی ممنون. خدا ان خیر بده شما و خواهرها ان شاء الله. التماس دعای فراوان داریم. خیلی ممنون. محتاج خدا حفظ کنه شماتون. سلامتم خدا نگه خدا نگهر